سلام، بازم صبح بخیر. من امروز اومدم توی منطقه باخششهیر یه همچین چیزی اگه درست تلفظ کنم و این در بازار ترک هست، همون بازار ترکه که خب هر منطقه برای خودش یه همچین بازاری رو داره. شنبه ها، سه شنبه ها، چهار شنبه، هر منطقه یک روز از هفته این بازار رو داره. بازار منطقه باخششهیر شنبه ها و سه شنبه هاست. امروز میخوام یه چیزی رو بهتون نشون بدم که شاید خیلی توجهتون رو جلب کنه. با من همراه باشید. خب این بازار تو که با همدیگه میریم داخل بازار ببینیم چه خبره. شاید به نظرتون شکل و ظاهر این بازار یه مقدار چیک و خنده‌دار بیاد، ولی من میخوام توی همین بازار یه چیزی رو بهتون نشون بدم که باورش برای خود من سخت بود. میبینید لباس ها تقریبا لباس هایی که کیفیت خیلی پایینی شاید داشته باشن، ولی خب از روی مدل هایی که توی مغازه ها میبینید زدن، چیز خاصی نیست. من خودم اصلا از اینجور بازار ها شاید خوشم نیاد، بیشتر رنگی شکل سنتی داره، فقط برای دیدن و قدم زدن میایم. خب این دقیقاً جاییه که من میخوام به شما نشون بدم. تا اینجا چیز خاصی دیده نمیشه. مارک نیکت میبینید که دقیقاً به همون شکل و سبک و سیاقی که توی مغازه ها فروخته میشه. ببینی؟ هودا بیوتی رو میبینی؟ باورتون نمیشه، من همه اینا رو تست کردم و دقیقا همون چیزیه که اصل توی مغازه فروخته میشه. حتی میبینید که ظاهرشون هیچ فرقی نمیکنه. آناستازیا کنتور هم میبینید، کنتورینگ آناستازیا است که شکل کرمی و روغنی داره. کرمای مک میبینید، حتی بروساش دقیقا شکل همون بروسایی که شما توی مغازه‌های اصلی میرید میخرید. KKW کیم کارداشیان، رژای کیم کارداشیان، رژای نارس رو میبینید اینجا. هودا بیوتی، فنتی، ببینید رنگ رو، ببینید چه رنگی داره. هیچ فرقی با اصلش نمیکنه، مطمئن باشید، نه توی دوامش، نه توی اینکه بخواد بریزه، اصلا هیچ فرقی نمیکنه و دقیقا همون چیزی است که شما مارک بلمو ببینید، همون چیزی است که شما توی مغازه خرید میکنید و قیمتش خیلی جالبه. اینا رژ لبه، در واقع برای لب هست. این پودریشه، برای رژ گونه و کانتورینگ و اینجور چیزا استفاده میشه. اینا هم که مکه، میبینید اینا چیزای مکه تو اینجا گذاشتن. اینا هم مارک درماکول هست، کرمای اورال. درماکول که خیلی پوشش‌دهی بالایی داره، تقریبا برای گریم استفاده میشه. اینا همه مارک بلمه، میبینید این مارک هایلایتر بلمه، میبینید بام کنتور مک رو ببینید. میدید من چقدر دنباله میگشتم پیداش نمیکردم. اون کرمیشه و اینم کرمیشه، خب رنگ‌های مختلف داره، واقعا عالیه. هودا بیوتی ها. کایلی رو ببینید. میدونم که همه‌تون کم و بیش اینا رو میشناسید و میدونید که دقیقا مثل اصل میمونه شکل و ظاهرش، ولی من تستشون کردم، هیچ فرقی با اصلشون نمیکنه. ببینید قیمتاشو فراموش کردم بگم، باز این یه جای دیگه است، همینا رو دوباره داره میفروشه. هودا، بلم، میبینید که کایدی، بازم هودا و مک، همه رو داره، حتی کرم پودرای مک رو هم داره و قیمتاشون
از 10 لیر تا 35 لیره. حالا پودرایی که یه مقدار بزرگتر 35 لیره وگرنه کوچولوها 10 لیر و 20 لیر و 25 لیره. هودا بیوتی 20 لیره. میبینید؟ بلما 20 لیره. اصلا باورتون نمیشه و همینا متاسفانه میاد توی بازار ایران و به اسم اصل فروخته میشه. به اسم اصل فروخته میشه و خب توی ایران اصلش وجود نداره که شاید تشخیص داده بشه اصل و غیر اصلش و مردم ما خرید میکنن و مطمئن باشید، من مطمئنم که کسایی که توی ایران اینا رو دارن میفروشن از همین جور جاها خرید میکنن و به قیمت گزافی توی ایران فروخته میشه به اسم اصل. اینم ساعت‌های خوشگلی که دقیقاً شکل اصلش زده، ساعت‌های بوس و دیزل و این چیزا که می‌بینید فوق‌العاده خوشگلن. همه اینا به قیمت 15 لیر و 20 لیر و 30 لیر فروخته میشه. خب اینم از عطرا، میبینید که مارک شنل و میستیور و جیوانجی و هر عطری که فکر کنید اینجا دقیقاً شکل اصلش زده شده، مردونه و زنونه. میبینید سوباش، همه عطرا، هر عطری که شما فکرشو بکنید اینجا میتونید پیدا کنید. اسکاندر، جادور، خیلی جالبه. بلک و پیوم، واو. و در واقع کسی که توی ایرانه من فکر میکنم اصل این رو امتحان نکرده باشه به راحتی میتونه اینا رو به عنوان اصل بگیره و استفاده کنه. نمیدونم واقعا توی دوامش هم تأثیری داره، یعنی میشه تشخیص داد یا باز اونم مثل اصلش هست. خب قیمتش رو من الان پرسیدم. بلک اوپیوم که خب خودم همیشه ازش میگیرم و دارم و تست کردم، بوش دقیقا همونه، ولی یه مقداری من احساس میکنم دراش فرق میکنه با اصلش. ولی بازم میگم کسی که اصل این عطر رو ندیده باشه و نشناسه شاید متوجه نشه، ولی بوش دقیقا همونه. حالا من تست کردم بلک اوپیومی که خودم همیشه ازش میگیرم و ببینم تا چقدر دوامش همونه و بوش همونقدر خوب میمونه. قیمتشون 35 لیر هست. ادامه بازار که هم لباس هست
هم وسایل تزیینی خیلی خوشگل، هم فرش‌های قشنگ. بیشتر بازار شکل سنتی داره و خیلی چیزای خوشگلی توش پیدا میشه. شاید سلیقه اون متفاوت باشه، ولی مثلا من این فرشا رو خیلی دوست دارم، مخصوصا این که شکل پوسته خیلی خوشگل. و قیمتا رو اگه یورو پوند بخواید تبدیل بکنید، برای چیزایی که مال خود ترکیه از شکل سنتی داره واقعا ارزشمنده، قیمتا خیلی پایین. اینم صابونای دست‌سازه، صابونای 100% خونگی بدون هیچ مواد شیمیایی. باز میتونم بگم بازار فیک دیگه. کیفای زارا، گوچی، شانل. ببینید که چقدر خوشگل و دقیقاً این همون مدلی که شما توی مغازه ها میبینید. اون مخملی ها رو میبینید چه خوشگلن سرنگ؟ من اینا رو توی زارا دیده بودم. رای خوشگل موبایل که تو مغازه کلرز بیشترش رو میبینید 6.5 لیر قیمتشونه، یعنی تقریباً 1.5 یورو، خیلی کمتر، 1.20. این هم لباس های ورزشی نایک و آدیداس و ببینید که چقدر مدل ها و دیزاین های خوشگلی هم داره. زنون های خیلی قشنگی داره. جنسش هم واقعا همونه، من نمیدونم واقعا چجوری میشه. بازار ترک رو دیدید، خواستم فقط بهتون نشون بدم که ممکنه، من میگم 90%، ولی ممکنه خیلی از برندهای آرایشی که وارد ایران میشه و به اسم اصل فروخته میشه همین فیکایی باشن که توی بازارهای ترکیه به عنوان مثال فروخته میشه با قیمتهای خیلی کم، ولی ایران میاد به قیمت اصل به یورو یا پوند حساب میکنن و تومن میگیرن از شما. متاسفانه بدونید که اینا اصل نیستن. ولی مورد دیگه ای که هست این که نمیشه تشخیص داد، واقعا نمیشه تشخیص داد، خیلی شبیه به هم هستن. اگر شما اصلش رو تست نکرده باشید یا تجربه خیلی واقعا زیادی نداشته باشید توی تست لوازم آرایشی، اصلا نمیتونید تشخیص بدید که کدوم اصله و کدوم فیکه. امیدوارم خوشتون اومده باشه از این ولایت دومی که براتون گرفتم. تا ویدیو بعدی، خدافظ.